با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این نهمین روز از دهمین ماه از دوازدهمین سال در سومین هزاره، ساعت 2:12:15 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا 3:15 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعت 3:15 است، 9:15 است در اروپا، 8:15 در انگلستان و 10:15 است در ترکیه. همطوری که وعده کرده بودم دیروز و روی صفحه تلویزیون هم میبینید، امروز خوشحالیم بعد از مدت‌ها دوباره با آقای مجید شهبازخانی، کسی که در حقیقت به دنبال اندیشه لیبرالیسم است و معتقد است که راه نجات رو بایستی که در لیبرالیسم جستجو کرد، گفتگو میکنیم. آقای شهبازخانی به حال در عرصه فضای اینترنت بسیار فعال است و سالهاست که توی این زمینه داره کار میکنه و ما خوشحالیم که امروز میتونیم دوباره گفتگوی داشته باشیم با آقای مجید شهبازخانی. اجازه بدید که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم با آقای شهبازخانی. آقا سلام بر شما. به شما و همه همیهنان عزیز. قربان برم. یه لحظه من اجازه بدید من این صدا رو اینجا ذره مشکل من این صدا رو درست بکنم که صدای ما هم دیستورت نباشد. این صدای اینو کمتر بکنی با این سیستم شما فکر کنم خوب کار کنه. بله، عرضم به حضور شما که آقای شهبازخانی، موضوعی که فکر میکنیم که بخوایم راجع به شرف بزنیم امروز، دلم میخواد که نظر شما رو در وهله اول بپرسم راجع به اوضاع احوال کنونی ایران و رابطش با جهان غرب و اینکه به حال این رابطه رو چجوری امروز شما ارجایی میکنی، ایران در کدام نقطه ایستاده. خوشحال میشم که نظرتو بدونم، بعد راجبش با هم دیگه بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. دو تا گرایش عمده در جمهوری اسلامی وجود داره. یکی از جانب احمدی نژاد هست که داره تلاش میکنه در پایان دوران خودش نزدیکیش رو با غرب بیشتر بکنه و اخیراً ما یک خبری رو داشتیم در مورد اینکه یک سوم اورانیوم غلیظ شده 20% رو ایران بدون اینکه هیچ گونه درخواستی از غرب داشته باشه به هگزاپولاراید تبدیل کرد. این خبر رو کمتر جایی بهش دقت کردن اما اهمیت بسیار زیادی داره. از طرف دیگه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش داره که تا اونجایی که امکان داره از جهت ایجاد ساخت سلاح اتمی جلو بره و طبق گزارشاتی که موجود هست تقریبا نزدیک به 12 تا 16 ماه دیگه فاصله داره تا به بمب اتمی بتونه دست پیدا بکنه. انتخاباتی که در آمریکا میخواد صورت بگیره فرجه ای رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده تا اینکه بتونه مانور بیشتری رو بده، اما از طرف دیگه فشارهای اقتصادی که روی جمهوری اسلامی میاد و سایر فشارهای سیاسی رفتار جمهوری اسلامی رو ممکنه کمی تغییر بده. به نسبت مجموع به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش داره تا با یک سیاست دوگانه به گونه ای جلو بره که اگر که زمانی نیاز شد که غنیسازی اورانیوم رو متوقف بکنه به عنوان جام زهر محسوب نشه و از طرف دیگه اگر که توانست به مرحله ای برسه که بمب اتم رو تولید بکنه دست بالا رو داشته باشه در مذاکراتی که میخواد داشته باشه با جهان غرب. اما رئیس المجموع به نظر میرسه که آنچه که اینجا نادیده گرفته میشه منافع ملی ایران هست. ممنونم ازت. البته درجه به این داستان که این روزا همه راجع به شرف میزنن که آقای احمدی نژاد نمیدونم خواست که رابطه رو با غرب برقرار کنه، این سنت سالهاست در جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی از دوران بعد از خمینی
تلاش کردن که حتی میبینی که رفسنجانی هم یک نامه ای رو منتشر کرد که ما رفته به خامنه‌ای گفته که آقا باید برقرار بکنی رابطه رو، ولی به خاطر ساختار این که غرب ستیزی جز رگ و پی این نظام هست و بر اساس اون توانسته در سایر نقاط دنیا تو جنبش های مقاومت سایر نقاط دنیا نفوذ کنه، همین پدیده غرب ستیزیش بوده، مرگ بر آمریکا و امپریالیسم جهانخوار بوده. دوره خاتمی هم در حقیقت این داستان بسیار بسیار دیگه روشن شد و حتی ما یادمونه که خاتمی وقتی که به نیویورک اومد برای سازمان ملل، اون ماجرای برخورد اتفاقیش با کلینتون که قرار بود در راهرو اینا برخورد بکنن و خاتمی رفت به توالت پناهنده شد و ایستاد اونجا تا این اتفاق نیفته، خودش حاکی از این موضوعه. و بعد دوباره میبینیم که در دوران ابتدای احمدی نژاد، وقتی احمدی نژاد سر کار آمد، اولین کاری که انجام داد این بودش که تمام این ارتباطات رو قطع کرد، یعنی آدم ها رو گرفت کرد زندان، از رامین جهانبگلو، حاله اسفندیاری که در حقیقت توی این ماجرای جورج سوروس و اون گروه کار میکرد، اونو به زندان کرد و اون در حقیقت تمام علی شاکری رو گرفت زندان کرد، هر چی که ارتباطات ممکن بود که از طریق اون در دوره خاتمی در ایجاد رابطه با آمریکا برقرار شده باشه، همه اینا رو یکی یکی گرفت و قیچی کرد و بعد تیم مشایی وارد صحنه شد و اعلام کردن که اگر که میخواهید ارتباط برقرار کنی، این منم که میتونید از طریق من در حقیقت این ارتباط برقرار کنید. در تمام طول جمهوری اسلامی این ماجرای ایجاد رابطه با آمریکا همواره وجود داشته، همه اینو دارن و همه تلاش میکنن که این رو در حقیقت خودشون عهده‌دار یا جلودار این حرکت باشن. و حالا که احمدی نژاد ابتدا این رفتار رو انجام داد ولی غرب بهش هیچ گونه راه نداد، در نتیجه موازش رو تغییر داد و تحت عنوان اینکه قطعنامه کاغذ پاره است و انقدر قطعنامه بدید قطعنامه دونتون پاره بشه و این حرفا، الان دوباره میبینی که در این پایان کار مجبور دوباره برگرده و این داستان رو در نیویورک این بار اینگونه مطرح بکنه. بنابراین این نکته‌ای که ایجاد ارتباط جمهوری اسلامی با غرب یک معضلی است که همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته و همه دولت‌هایی که بعد از مرگ خمینی به سر کار آمدن تلاش کردن که این ارتباط رو برقرار کنن، ولی این در حقیقت فرمایش شما رو تایید میکنه که این تلاش داره میکنه که با آمریکا ارتباط برقرار کنه. ولی به نظرت آیا وقتی که میگی که اینا میخوان به بمب دسترسی پیدا بکنن، آیا واقعا غرب یا اسرائیل بهشون اجازه چنین کاری رو میده که اینا به بمب دسترسی پیدا کنن؟ بعد با این حساب ما خطر حمله رو چجوری تعریف میکنی؟ در مورد اینکه چه جمهوری اسلامی مایل هست روابط خودش رو با آمریکا برقرار بکنه با شما کاملا موافق هستم. در حقیقت در تایید صحبت شما عرض میکنم که دعوا بر سر این هست که کدام جناح میخواد این ارتباط رو برقرار بکنه، یعنی اصلاح طلب ها، احمدی نژاد، نیروهای راست، سپاه پاسداران، همه اینها میخوان که اونها این رابطه رو برقرار بکنن. علتش هم این هست که وقتی که اونها از جانب غرب یا آمریکا به رسمیت شناخته بشن، میتوانن به حیات سیاسی خودشون ادامه بدهن. و الان یکی از نزدیکترین جریانات سیاسی به غرب و اروپا همین اصلاح طلب های درون حکومتی هستند، این نیروهایی هستند که ما امروز میبینیم در رادیو تلویزیون های گوناگون غربی نظیر بی بی سی و وایس اف امریکا و اینها بیشتر فعال هستند و جناحی از این جریان جمهوری اسلامی هستند. و من باز یک خبر دیگه بدم خدمت شما که در طی زمانی که احمدی نژاد در آمریکا بود، مذاکرات پشت پرده صورت گرفت با اسرائیل به این منظور که یک پلتفرمی رو داشتن بررسی میکردن که بر پایه اون در مورد اصلاح اتمی منطقه خاورمیانه بین ایران و اسرائیل مذاکرات مستقیمی صورت بگیره. در نتیجه میخوام این رو عرض کنم که
در پشت پرده حرکت هایی که داره صورت میگیره بسیار متفاوت هست نسبت به آنچه که ما امروزه های و هوی و اخبارش رو در رسانه ها میشنویم. منتها مسئله این هست که دستیابی به بمب اتمی برای جمهوری اسلامی معادله نظامی منطقه رو به هم میزنه و جمهوری اسلامی رو در یک وضعیتی قرار میده که برای ادامه حیات خودش دیگه نیاز چندانی به گوش کردن به کشورهای منطقه نداره، بلکه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظهور پیدا میکنه. جنگ و دعواهایی که ما امروز میبینیم بر سر برنامه هسته‌ای ایران هست، بیشترش یک جنگ و دعواهایی است که در مورد قدرت سیاسی در منطقه است. و این قدرت سیاسی خب ابعاد گوناگونی داره، من جمله اینها قدرت اقتصادی است، قدرت نگرش یا ایدئولوژیکی است، قدرت نظامی هست که جمهوری اسلامی میخواد به قدرت نظامی دست پیدا بکنه. مثلا مسئله‌ای که وجود داره این هست که این که میگویند غرب نمیگذارد یا نمیخواهد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه مسئله‌ای نیست برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میتواند علارغم خواست غرب و علارغم خواست آمریکا به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و مشکلی که غربی ها باش روبرو شدن دقیقا همین مسئله است که جمهوری اسلامی میتواند علارغم میل غرب به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و تفرقی که در مورد سیاست هایی که جهان خارج با جمهوری اسلامی داره، یعنی در رابطه تفرقی که بین کشورها در مورد اینکه با جمهوری اسلامی چه بایستی کرد تا اینکه به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، این خودش یکی از موضوعاتی است که کمک میکنه به جمهوری اسلامی که بتواند به اون مرحله نزدیک بشه. پشتیبانی چین، پشتیبانی روسیه از جمهوری اسلامی از یک طرف و از طرف دیگه وجود نیروهای خرابکار که بیشتر گرایش‌های اسلامی دارن در سطح جهان، اینها بازوهایی هستند که جمهوری اسلامی از طریق اون داره اهداف خودش رو جلو میبره و این یک جنگ منطقه‌ای هست که شکل گرفته. من فکر نمی کنم که برنده نهایی این جریان مردم ایران باشن. ما به عنوان ایرانیان بایستی به مسئله از دید منافع ملیمون نگاه بکنیم. حرکت هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده ارتباطی به منافع ملی ما نداره. ممنون از دارم. الان رویترز گزارش داد که شرکت مرسک لاین که این کانتینرها رو در حقیقت بزرگترین شرکت حمل و نقل یعنی کانتینر شیپینگ جهان است، The world's biggest container shipping company، اگه نگاه کنی روی این کانتینرها که وقتی شرکت ها حمل و نقل میبینی روی قطار این ورور نگاه کنی علامت مرسک رو میبینی، MAERSK، یک کمپانی خیلی بزرگیه، توی تمام دنیا هم در حقیقت این کار کانتینرها رو این انجام دهم و این امروز اعلام کرد که ارتباطش رو با ایران قطع میکنه و قطع کرده در حقیقت. و با توجه به این ماجراها که وجود داره فهم میکنی که حالا میرسیم به این که شما مرتب به این وضع منافع ملی اشاره میکنی، تکلیف ما در خارج کشور چیه با این هیاهویی که در خارج کشور؟ من دیدم که شما یک، یعنی در حقیقت خانم لادن بازرگان، یه مطلبی رو نوشته بود و پست کرده بود در چندین سایت هم مطرح شد، از لطفش نسبت به تلویزیون میان همینجا لازمه که تشکر بکنم و بازم اعلام کنیم که این تلویزیون برای همگان است، درش برای همگان باز است. ولی مشکل چیست؟ مشکل شما چه بود در این نامه‌ای که خانم بازرگان اشاره به نام شما کرده بود؟ مسئله شما چه بود در این داستان؟ بله، اون مطلبی که ایشون بهش اشاره کرده بودن برمیگشت به مصاحبه‌ای که قرار بود من با آقای فرامرز فروزنده در تلویزیونی به اسم تلویزیون اندیشه در یک برنامه به اسم همصدایی داشته باشم و یکی از دوستان با من تماس گرفتن و معرفی کردن ایشون رو و
گفتن که تلویزیون خوبی هست، این فرد فرد مستقلی هست و با این تلویزیون گفتگو کردن مناسب هست. من پذیرفتم. بعد از چند روز دیدم که ایشون با من تماس گرفتن و از من پرسیدن که راجع به چه موضوعاتی مایل هستیم صحبت بکنیم. من پیشنهاد کردم که درباره اخلاق سیاسی صحبت بکنیم و قرار شد که این گفتگو انجام بگیره. اون روزی که قرار بود گفتگو انجام بگیره، حدود یک ساعت قبلش ایشون به من زنگ زدن و گفتن که یک وضعیت اضطراری پیش آمده و من برنامه رو که نگاه کردم دیدم که یک نفر که خودش میگفت کلید کودتای نوژه رو زده و از افرادی بود که مال ارتش شاهنشاهی بود و با CIA و سازمان های جاسوسی آمریکا آمده بود مذاکره کرده بود و در صورت از طرفداران خاندان پهلوی بود، با ایشون داشتن مصاحبه میکردن در مورد کتابی که یک نفر نوشته بود که اون رئیس ساواک بود و گویا این ایرادی که این آقا به کتاب رئیس ساواک گرفته بود باعث شده بود که این دعواهای سلطنت طلب ها پیش آمده بود و خلاصه به این دلیل ایشون مصاحبه در مورد اخلاق سیاسی رو با من لغو کردن، اما اطمینان دادن که با من تماس خواهند گرفت و ما گفتگو رو هفته بعد خواهیم داشت. هفته بعدش هم باز با یک سلطنت طلب دیگه صحبت کردن و الی آخر دیگه از اون موقع هم با من تماسی نداشتن و من برای من تعجب آور بود که چگونه است این رسانه‌های گروهی که دوستان به من گفته بودند که این رسانه‌ها مستقل هستند، آزاد هستند و امکان گفتگو با اونها وجود داره، این گونه رفتار می‌کنند. یعنی برای من اهمیت نداره که یک نفر طرفدار سلطنت هست یا نیست، مهمتر این هست که اخلاقیات سیاسی رو رعایت بکنه، مهمتر این هست که آزادی بیان رو ایجاد بکنه. ما برای رسیدن به دموکراسی یکی از اصول اساسی که داریم داشتن رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد هست و اتفاقا بعد از یه مدتی دوستان که گفتگوی من انجام نشد باز با من تماس گرفتن، گفتن آقا شما چرا گفتگو نمی کنید؟ گفتم که من منتظر هستم که تماس بگیرن. گفتن تماس میگیرن، نگرفتن. اونها با صاحب این تلویزیون تماس گرفته بودند که بر اثر اتفاق منشیش چون فرانسوی صحبت میکرد نتونسته بودن گفتگو بکنن و باز مجددا به من زنگ زدن و گفتن که شما که فرانسه میدانید با برای این آقا پیام بگذارید. در اصل ما برای منشی فرانسه زبان ایشون پیام گذاشتیم، گفتیم که دوستان میخوان شما در مورد مسئله که مربوط به خود من هست با ایشون گفتگو بکنید. این تلفن دوستان هست، اینم تلفن من. بعد اون آقا به من زنگ زدن و با هم دیگه گفتگو داشتیم. ایشون هم باز همین طرفدار رضا پهلوی بودن و مسائل اینچنینی از خودشون از سلطنت طلبان بودن و ادعا میکردن که اون تلویزیون مستقل هست برای اینکه یک ریال از جایی دریافت نمیکنه. و اتفاقا حالا جالبی قضیه اینجاست که اسم برنامه اون آقا هست همصدایی و حتی در مورد اخلاق سیاسی حاضر نیستند با نیروهایی که مستقل هستند، دموکرات هستند، لیبرال هستند، خواهان همگرایی هستند گفتگو بکنند و بستند این رسانه ها رو. متاسفانه چهره ای که از اپوزیسیون این گونه رسانه ها دارن ارائه می کنند ضربه مهلکی است برای اینکه اتفاقا ما بتوانیم از منافع ملیمون دفاع بکنیم، که ما بتوانیم به دموکراسی برسیم، که ما بتوانیم به رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد برسیم. یعنی اینکه شما چه گرایش سیاسی دارید نبایستی تاثیرگذار باشه نسبت به ارائه برنامه‌هایی که از رسانه‌های گروهی داره پخش میشه و این یکی از اصول اولیه که هر کسی میدونه این رو که در مورد رسانه‌ها فعالیتی کرده باشه میدونه که این حفظ بی‌طرفی بایستی وجود داشته باشه. حالا جالبه قضیه اینجاست که دوستان یک برنامه دیگری رو پیشنهاد کرده بودن، به مدت یک فصل بود که 12 برنامه بود
که در مورد دموکراسی بود، در مورد لیبرالیسم بود، در مورد همگرایی سیاسی بود، در مورد مکاتب سیاسی بود، بخصوص توی زمینه‌هایی که مربوط به آزادی هست. قرار بود گفتگوهایی رو داشته باشن با افراد گوناگون و پیشنهاد کرده بودن به همین تلویزیون اندیشه که اصلا جواب رد داد به این پروپوزال، به این پیشنهاد، تا که این افرادی بودن که مستقل بودن، حقوق بشری بودن، اینها آدمهای وطن پرستی هستن، هیچ مشکلی ندارن. اما خب حالا از اون موقعی که این تلویزیون، یک تلویزیون دیگه هم هست به اسم پارس، اونم به همین شکل هست، اونم جریانش مثل همین هست و متاسفانه ما میبینیم که این جریانات سیاسی با توجه به اینکه رسانه ها رو در دست گرفتن، نمیگذارن که نیروهای آزادی خواه، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات اصلا وارد گفتگو بشن. فضا رو بستن، یک چیزی رو درست کردن به اسم شورای ملی. آخه یه تلویزیون بیاد بره زیر یه اطلاعیه رو امضا بکنه، شما در نظر بگیرید یه اطلاعیه سیاسی رو امضا بکنه و بپیونده، دیگه استقلال خودش رو از دست میده. این افراد متوجه نیستن که جهت‌گیری سیاسی رسانه‌های گروهی ما رو به دموکراسی نمیرسونه، اتفاقا ما رو از دموکراسی دور میکنه، جلوی دیالوگ رو میگیره، جلوی گفتگو رو میگیره. من معتقد هستم که ما که در عصر انفورماتیک داریم زندگی میکنیم، یکی از خاصیت‌های دموکراسی عصر انفورماتیک اینه که نیروهای سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، کسانی که نگرش‌های سیاسی گوناگون دارن، بتوانن در رسانه‌های گروهی که همگانی است و باز هست با یکدیگه به گفتگو بنشینن، به دیالوگ بنشینن. خب ما دیدیم این رفتاری که اینها از خودشون نشون دادن در این برنامه هایی که در این تلویزیون آقای میمونی بود، توی اون برنامه که اجرا می کردن رو مشاهده کردیم. این متاسفانه فضای مسمومی است که ایجاد شده و ما به جای این که متمرکز بکنیم خودمون رو روی ایجاد فرهنگ دموکراتیک، به جای این که ما بتوانیم خودمون رو متمرکز بکنیم روی یک گفتمان دموکراتیک، به جای اینکه ما بتوانیم خودمون رو متمرکز بکنیم روی ایجاد سازمان‌های دموکراتیک، به کارگیری اخلاق سیاسی و آلترناتیوی رو ارائه بکنیم در برابر جمهوری اسلامی، حتی صدای ما رو هم میگیرن، میبندن، نمیدونم از این کارها میکنن که البته فایده هم نداره. چرا؟ چون که ما در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر میبریم. یعنی وقتی که آقای فرامرز فروزنده به خاطر دعواهای سلطنت طلب ها میگه این یه چیز اورژانسی است و گفتگو در مورد اخلاق سیاسی رو لغو میکنه، این مفهومش این نیست که مردم دیگه راضی به اخلاق سیاسی از مجید شهبازخانی نمیشنون، یا بنده دیگه وبلاگ ندارم، دیگه فیسبوک نیست، دیگه میهن تیوی نیست، دیگه نمیدونم بلاگ تاک رادیو نیست، جای دیگه نیست. تو واقعا در همین زمینه من با خود جناب علی گفتگوی داشتم و در این مورد مطالب گوناگونی رو نوشتیم. ما خواهان همگرایی سیاسی هستیم. حالا جالبه قضیه اینجاست که من از افرادی هستم که به عنوان یک نیروی سیاسی که آزادی خواه هست و لیبرال هست، به عنوان یک کسی که خواهان سکولاریسم هست، به دنبال منافع ملی هست، فکر میکنم که نیروهای سیاسی هم فکر من بایستی ما به دور همدیگه جمع بشویم. اما اونها یک گفتمانی رو دارن مطرح میکنن در فضای سیاسی که اصلا ارتباطی به این مسائل نداره. نمیدونم بریم آقای رضا پهلوی رو سخنگوی خودمون بکنیم، این اصلا ارتباطی نداره به رسیدن به دموکراسی، ارتباطی نداره به مبارزه با جمهوری اسلامی، ارتباطی نداره به دفاع از منافع ملی. این تیلاهایی که بعضی موقع پاره از جریانات سیاسی میاندازن مشکل ایجاد میکنه. البته من این رو عرض بکنم که من با افرادی که طرفدار خواهان پادشاهی هستن هیچ مشکلی ندارم، بالاخره این هم یه انتخابی هست بعضی ها دارن. اما متاسفانه این افراد که در شورای ملی جمع شدن به این علت که شاهزاده رو در امور سیاسی دخالت میکنه، دیگه نمیتوانن خواهان پادشاهی پارلمانی باشن، بلکه به معنای دقیق کلمه
سلطنت طلب هستند. یعنی دیگه نمیتوانند بگویند که ما پادشاهی پارلمانی در هلند داریم یا پادشاهی پارلمانی در انگلستان داریم، پادشاهی پارلمانی در سوئد داریم و ما نظیر اونها میخواییم پادشاهی پارلمانی بیاوریم. علتش هم این هست که مفهوم پادشاهی پارلمانی و تفاوت پادشاهی پارلمانی با سلطنت در این هست که در پادشاهی پارلمانی پادشاه در امور سیاسی دخالت نمی کنه، بلکه به عنوان یک سمبول عمل می کنه و این پارلمان هست و نهادهای انتخابی هست که در امور سیاسی دخالت می کنه. ولی اگر که پادشاه در امور سیاسی دخالت بکنه میشه سلطنت. و این افراد چالبی قضیه هست که میگن که ما از شاهزاده میخواییم که بیاد پای یه اعتراضیه سیاسی رو امضا بکنه، بعد اون شاهزاده هم میاد در امور سیاسی دخالت میکنه و آخر بار هم میگوین که ما پادشاه پارلمانی میخواییم. خب این که نمیشه که. اصلا مفهوم پادشاه پارلمانی چیز دیگریست، مفهوم سلطنت مشخص هست. وقتی که شما به مرحله برسید که شاه یا شاهزاده یا هر کسی از خاندان سلطنت در امور سیاسی دخالت بکنه، این مفهوم سلطنت هست. و هر زمان که شما پادشاه رو از امور سیاسی برهیز بدید، این پادشاهی پارلمانی هست. یعنی من فکر میکنم که ما که جمهوری خواه هستیم، تکلیف ما مشخص هست، اما بیشتر از ما طرفداران پادشاهی پارلمانی بایستی معترض دخالت رضا پهلوی در امور سیاسی باشند تا ما. برای این پادشاهی پارلمانی رو از بین میبره. بسیار. ولی به هر حال ما میدانیم که در ایران یا با شرایطی که وجود دارد یه نوع در حقیقت گره هست و یک نیازمند به یک سازمان هست و سازمان هم طبیعتا نیازمند به یک مدیریت هست یا یک نوع رهبری در حقیقت بخوایم بگیم و یه رهبر سیاسی وجود داشته باشه که اینا حول اون محور جمع بشن. خب با این تعریف بعد تکلیف چیه؟ یعنی ما چجوری میتونیم که اگر با این تعریف شما بخوایم پیش بریم، من برای اینکه روشن بشه قضیه میپرسم که اگر اینجوری باشه، خب اون کسی که جمهوری خواهم نمیتواند الان چیزی رو معرفی کنه به عنوان رئیس جمهور. تکلیف چیه؟ چجوری باید خودشو سامان بده؟ حول چه چیزی باید جمع بشه؟ سوال بسیار جالبی رو مطرح کردید. ببینید، ما حول افراد جمع نمیشویم، ما حول رئیس جمهور جمع نمیشویم، ما حول رئیس مجلس جمع نمیشویم، ما حول نهادها جمع میشویم. از لحاظ اندیشه، از لحاظ فکر، ما حول ایدئالها، حول خواسته ها جمع میشویم. ما از این بابت مشکلی نداریم. اکثر قریب به اتفاق اپوزیسیون ما خواهان سکولاریزم هست، یعنی نمیخواهد حکومت دینی داشته باشد، نه اینکه با دین مردم بخواد بستیزد، حکومت دینی نمیخواهد. خواهان دموکراسی هست، یعنی اینکه نهادهای دموکراتیک رو میخواد داشته باشد. خواهان حقوق بشر هست، یعنی اینکه حقوق فردی رو مایل هست بهش دست پیدا بکنه و دنبال منافع ملی هست. اینا اصولی هست که ما از لحاظ فکری همه بهش اعتقاد داریم یا گرایش داریم. ما از این بابت مشکل خاصی نداریم. مسئله این هست که ما وقتی که میخواییم به این خواسته ها برسیم، بایستی اعمالی رو انجام بدیم. این اعمال ما نبایستی برخلاف این خواسته هایی باشه که ما داریم مطرح میکنیم، لااقل از لحاظ اخلاق سیاسی. مهم نیسته که بنده مثلا لیبرال هستم، یک کسی سوسیال دموکرات هست. مهمتر این هست که ما هر دو خواهان دموکراسی هستیم، خواهان منافع ملی هستیم، خواهان آزادی هستیم، خواهان منافع ملیمون هستیم. این مشکلی رو ایجاد نمیکنه. من به راحتی میتوانم در کنار سوسیالیست ها هم کاری بکنم، علی‌رغم اینکه سوسیالیست نیستم. من به راحتی میتوانم در کنار کسانی که خواهان پادشاهی پارلمانی هستند همکاری بکنم.
علیرغم اینکه جمهوری خواه هستم. مطمئن اون کسی که میگوید من پادشاهی پارلمانی میخواهم بایستی دموکرات باشه، بایستی حقوق بشری باشه، بایستی سکولار باشه. نه، اعمال یه سلطنت طلب خاندان پهلوی رو بخواد از خودش نشون بده و بعد شکنجه توی زمان شاه رو قبول بکنه و بعد نمیدونم کودتا رو هم قبول بکنه و بعد مثلا بگه که شاه هم در امور سیاسی باید دخالت بکنه و اصلا موضوع بحث رو عوض بکنه و در این حال بگه که من پادشاه پارلمانی میخوام. وقتی که من میگویم که من مثلا فرضاً این لیبرال هستم، این لیبرال بودن من یک معنا و مفهومی داره. من نمیتوانم بگویم که من لیبرال هستم در این حال خواهان بستن روزنامه هم هستم. من نمیتوانم بگویم من حقوق بشر میخواهم اما خواهان به زندان انداختن مخالفین خودم هم هستم. همچین چیزی غیر ممکن است. اما شما وقتی که نگاه بکنید ببینید که اکثر قریب به اتفاق مردم ایران همین حرف های ما رو میزنن. مشکل اینجاست که موقعی که نخبگان سیاسی وارد عمل میشوند این شعارهای مردم رو میدن، اونتا کار دیگه ای میکنن و مردم یاد نگرفتن که این افراد رو یا ازش پشتیبانی نکنن یا بازخواست بکنن. یعنی بنده هیچ مسئله نمیبینم نسبت به اینکه آقای نمیدونم اینا همین کسی که این توی این تلویزیون اندیشه بود اسمش چی بود فروزنده، این آقا میگه که من جمهوری خواه هستم اما از هست سلطنت طلبی سلطنت طلب تر هست. مهم نیست که او میگه که من جمهوری خواه هستم، مهمتر این هست که شما رفتاری رو از خودتون نشون بدید. یک جمهوری خواه از خودش نشون میده، همینجوری به حرف که نیست که یک کسی میگه که من اصلا نمیگم که من چی میخوام. هم حالا خب دیگه مثلا بس این درست نیست که ما بخوایم پنهان کاری بکنیم. اتفاقا من فکر میکنم که ما با توجه به اینکه وارد اصل انفرماتیک شده ایم، اگر که موفق بشویم از رسانه های گروهی اصل انفرماتیک به یک دیالوگ دست بزنیم بین نیروهای سیاسی که این خواسته ها رو دارن، ما بلاحتی میتوانیم به هم دیگه نزدیک بشویم. علت شکست حرکت هایی که این اتحاد ملی یا این شورای ملی که اینها شکل دادن به این دلیل است که اونها ماهیتاً دموکرات نیستن، ماهیتاً آزادی خواه نیستن، ماهیتاً رسانه‌هاشون آزاد نیست. مردم رفتارشون رو میبینن. در نتیجه کسانی که وارد این جریانات میشوند بیشتر سیاسی کار هستن نه اینکه افراد سیاسی باشن. و تفاوت عمده هست بین کسی که سیاسی کار هست با کسی که فعال سیاسی هست. و من فکر میکنم که ما فعال سیاسی کمی نداریم. ما در طی مبارزاتی که داریم انجام میدیم، خب طبیعی است که کسانی که اعمالشون خواسته های مردم رو منعکس بکنه از جانب مردم پشتیبانی خواهند شد و طبیعی است که اونها حرف مردم رو دارن میزنن، کار مردم رو دارن انجام میدن و این جریان مبارزاتی از درون خودش افرادی رو تولید میکنه که نمایندگی میکنن اونها رو. اصلا ما مشکل این رو نداریم که کسی رهبر ما نیست. اصلا ما رهبر نمیخواییم، ما اندیشه میخواییم که همه ما داریم، یعنی یک نگرش مشترک میخواییم که همه ما داریم. مهمتر این هست که ما عمل به این اندیشه میخواییم. مهم نیست که آقای بهبانی دوست من هست یا دوست من نیست. اگر که ایشون تلویزیونشون رو ببندن، بنده میگم که این تلویزیون بسته است. اگر که تلویزیونشون به همین شکل باز باشه، خب من میگم ایشون دارن در راه دموکراسی فعالیت میکنن. اصلا هم برای من مهم نیست که آقای بهبانی به عنوان کسی که دارای یک تلویزیون هست چه اندیشه ای داره. اصلا اندیشه اون برای من مهم نیست. برای اینکه مهمتر برای من این هست که اون رسانه مستقل باشه. بنده با این تلویزیون پارس تی وی چند سال پیش، یک سال پیش فکر میکنم بود، صحبت میکردم با این آقایی که صاحب اینجا هست، آقای شجره اسمشون هست. ایشون داشتن نظرات سیاسیشون رو به بنده میگفتن. من گفتم اصلا برای من مهم نیست که شما چه نظر سیاسی دارید. ارتباطی که الان بین من و شما برقرار شده به این دلیل است که شما صاحب تلویزیون هستید، نه به این دلیل که شما چه اندیشه سیاسی دارید. و در نهایت ما نتوانستیم اونجا یک برنامه داشته باشیم. به این علت که
ما فکر میکنیم که رسانه ها بایستی مستقل باشن. یعنی برای مجید شهبازخانی مهم نیست که توی تلویزیون باشه، برای مجید شهبازخانی مهمتر این هست که تلویزیون آزاد باشه، که رسانه های گروهی بتوانند نقش خودشون رو بازی بکنن، استقلال خودشون رو داشته باشن. من همین اخیراً پریروز بود توی فیسبوک، دیروز بود باز میخوام یا پریروز بود یا دیروز بود توی فیسبوک، یک آقای یک برنامه‌ای داره توی همون تلویزیون اندیشه، اسمشون آیو برزن هست، اما اسم برنامه‌شون از ایران امروز ایران فردا. من تا حالا یک بارم بیشتر ندیدم برنامه‌شون، اونم روی فیسبوک یکی از بچه‌ها توی سایتشون زده بودن، رفتم دیدم و فهمیدم که یک نفر هست که یک برنامه یک نفره داره اونجا اجرا میکنه و اینا. رفتم توی اون صفحه‌شون، نوشتم که آقا این کاری که شما دارید میکنین اصلا برخلاف دموکراسی هست، ما اونجا خواستیم صحبت بکنیم، این آقای فروزنده با ما صحبت نکرده، شما بیایید با ما راجع به اخلاق سیاسی صحبت بکنیم، با ما صحبت نمیکنه. حالا نه اینکه من نیاز داشته باشم نسبت به اینکه برم توی برنامه این آقا نمیدونم صحبت بکنم، مطلب مهمتر این هست که او وقتی که متوجه میشه که جلوی آزادی بیان کسی در زمینه موضوعی اونم به اهمیت اخلاق سیاسی گرفته شده، حتی اینقدر به خودش زحمت نمیده که ببینه که اصلا جریان چی هست، فوری جبهه‌گیری میکنه. و اصلا بعد از اینکه ما به ایشون اعتراض کردیم و گفتیم که آقا جان این کاری که شما دارید میکنید اصلا کمکی به دموکراسی نمیکنه، ما رو هم حتی از روی فیسبوکش بلاک کرد. اما خب مهم نیست که مجید شهبازخانی نمیدونم توی یه صفحه فیسبوک نباشه، مهم نیست، هزاران هزار صفحه فیسبوک دیگه هست، وبلاگش هست، این تیوی هست، بلاگ تاک رادیو هست، خیلی جای دیگه هست. ما نیروهای سیاسی عصر انفورماتیک بایستی فضاهایی رو ایجاد بکنیم که امکان ارتباط ماها رو با هم دیگه فراهم بکنه و ما بایستی به یک دیالوگ باز و شفاف دست بزنیم. این اون چیزیست که ما رو به نتیجه میرسونه. من باز میخوام طولانی صحبت کردم، اما اینا همش توی ذهن من میاد. یک نمونه این توی همین تلویزیون بود که مال آقای میبودی بود اگه اشتباه نکنم، شما هم یکی دوبار توی اون برنامه شرکت کردیم. اول این برنامه می اومدن و می گفتن که یه عده نشستن و جلسه تشکیل دادن و خلاصه اون جلسه رو یه خانم می اومد اول می خون. اما اینا نمی گفتن اسم این افراد کی هست که این خانم داره خلاصه جلسه شون رو می خونه و حتی حاضر نبودن که خب حالا اون جلسه که اونجا گذاشتید، شما که روی پارتاک و اسکایپ و اینجور چیزا این جلسه رو گذاشتید، خب ضبطش بکنید بگذارید روی اینترنت، ما از اول تا آخر بشنویم ببینیم که اصلا موازه این افراد با هم دیگه چی بوده. ما بایستی به یک سازماندهی اصلا انفرماتیکی دست بزنیم. علت این که سازماندهی دوران اصل سنتی نتیجه نمیده، این که اینها میخوان بیان برن نمیان زیر میز کار بکنن یا مثلا از پشت تلویزیون فکر بکنن میتونن مردم رو به خیابون بیارن و رفتار این چنین رو از خودشون نشون میدن، علت شکست این حرکت ها این هست که ما تاسفانه بسیاری از نیروهای سیاسی که در اپوزیسیون قرار دارن از لحاظ اندیشه سیاسی و از لحاظ رفتار سیاسی و حتی از لحاظ سازماندهی سیاسی در دوران عصر صنعت و حتی ماقبل عصر صنعت به سر میبرن، در حالی که ما جامعهمون بسیار پیشرفته است. ما در یک عصری داریم زندگی میکنیم که عصر ارتباطات و اطلاعات هست. ما یک صحبتی رو میکنیم که جهانی هست، علارغم اینکه پاره از افراد دارن هی داخل و خارج میکنن آقا شما در داخل هستین اونا در خارج هستن، شما نمیدانین اونجا چه خبر هست اونا میدونن اونجا چه خبر هست، این حرفای اینچنینی. بایستی به این فکر باشیم که ما به جامعه جهانی وصل شویم. یعنی من به عنوان یک انسانی که در این جهان دارم زندگی میکنم، وقتی که صحبت از لیبرالیسم میکنم، وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنم، وقتی که صحبت از دموکراسی میکنم، وقتی که صحبت از حقوق زنان میکنم، وقتی که صحبت از سکولاریسم میکنم، گفتمان من یک گفتمان جهانی است. یک نفر که توی آمریکا توی استرالیا نشسته با من همزبانی داره. ما یک حرکت جهانی هستیم، نه اینکه یک حرکت نمیدونم کوچیکی که حالا بخوایم اینو یک کوچیک و کوچیک و کوچیکش بکنیم تا وقتی که برسیم به اصلاح طلبای درون حکومتی و تا وقتی که برسیم به حلقه احمدی نژاد و تا وقتی که برسیم به حلقه خامنه ای و اینجور چیزها. خب این اصلا همخوانی نداره با وضعیتی که ما امروزه باش روبرو هستیم. پاره از این افراد اپوزیسیون آمده بودن رفته بودن با همون مجلسی های دوران خاتمی
نشسته بودن و اونها رو داشتن حلوا میکردن، خانم حقیقتی و نمیدونه آقای فلان و یک کارهای همون آخوندها و همون آقازاده ها و آقایون و اینجور چیزا، یک سری آمده بودن پیشنهاد میکردن که سید حسن پسر آیت الله خمینی بیاد رئیس جمهور ما بشه در انتخاباتی که اخیر داریم، یا این صحبت هایی که اصلاح طلبا کردن اخیرا در مورد انتخابات این چیز. اصلا ارتباطی به خواست جامعه ایرانی نداره، وضعیت ما کاملا متفاوت است و ما به عنوان اپوزیسیون بایستی درک بکنیم که چه ماهیتی داریم، ما بایستی درک بکنیم که در چه فضایی قرار گرفته ایم، ما بایستی درک بکنیم که در چه زمانی قرار گرفته ایم و گفتمان سیاسی رو ما بایستی تعیین بکنیم. گفتمان سیاسی نبایستی این باشه که رضا پهلوی آیا آدم دموکراتی است یا نیست، اصلا باشه یا نباشه به ما چه، یه نفر آدمه بین 70 آدم دیگه. البته من دیدم که شما میگین یا بقیه از افراد دیگه میگن که این نمیدونم چیه، یک اسست هست، یک سرمایه ملی است، یک ضرر بسیار بزرگ است، خودش هم نمیدونه چیکار داره میکنه، همون پادشاهی هم داره از بین میبره و خراب داره میکنه میره بالا خودش. یعنی این حتی اینا متأسفانه بدشانسی هم هست دیگه، یعنی شما نمیتوانید روی این مسائل رو نادیده بگیرید. در نظر بگیرید که اگر که این آقا واقعا یک آدمی بود که به فکر کشورش بود و به فکر پادشاهی بود و فکر پارلمان و اینجور چیز، پادشاه پارلمانی بود، اصلا در امور سیاسی دخالت نمیکرد، مینشست یک گوشه حرف نمیزد، به جای اینکه بیاد بره با اسرائیل نمیدونم رفت و آمد بکنه، بیاد بره جبهه سیاسی تشکیل بده، پای اطلاعی سیاسی چیز بکنه، من یک هر دفعه یه چیزی بگه من یک فعال حقوق بشری هستم، من الان شاهزاده نیستم فردا شاهزاده میشم، از این حرفای اینجوری که اصلا به نظر من حتی صحبت کردن در این زمینه ها بیشتر وقتگیر است. ما بایستی گفتمانی رو مطرح بکنیم که اون گفتمان حقوق بشری است، ما بایستی رفتار و منش و فرهنگ رو از خودمون نشون بدیم که اون رفتار و منش یک رفتار سکولار هست، یک رفتار دموکراتیک هست و تنگ این مبارزه‌ای که ما داریم بر علیه یک نظام سیاسی استبدادی دینی که منافع ملی ما رو زیر پا گذاشته، طبیعی است که خب پیدا میشن افرادی که هم فکر هستیم، هم راه هستیم، هم گام هستیم، کمک میکنیم به اینکه کشور خودمون رو از این وضعیتی که بهش دچار شده نجات بدیم. من و شما نبایستی راجع به این مسئله صحبت بکنیم که آمریکا چی کار میتونه بکنه یا انگلستان چی کار میکنه، متاسفانه ما نبایستی به این فکر بکنیم که جمهوری اسلامی چی کار میتونه بکنه چی کار نمیتونه بکنه، ما بایستی به این فکر بکنیم که ما چه بایستی بکنیم و این اون موضوعی هستی که غالب بایستی موضوع غالب ما باشه، موضوع غالب گفتگوهای ما باشه، اینکه ما که هستیم، نه اینکه نمیدونم این گفتمانی که پاره از افراد میان مطرح میکنن در بین اپوزیسیون، وقت همه رو میگیرن، انرژی همه رو میگیرن، حرفی هم برای گفتن ندارن، در نهایت به دعواهای فردی ختم میشه. اصلا مهم نیست که من که هستم به عنوان یک فرد یا دیگری که هست به عنوان فرد دیگر، مهمتر این هست که ما از لحاظ اندیشه ای چه اندیشه ای رو داریم و ما از لحاظ عمل کردی چه عملی رو انجام میدیم، آیا میتوانیم از اندیشه خودمون بر پایه منطق دفاع بکنیم و آیا ما می توانیم از عملکرد خودمون بر پایه اخلاق دفاع بکنیم؟ اگر که می توانیم این کار انجام بدیم، همه ما می توانیم در کنار هم دیگه قرار بگیریم، ما مشکل خاصی نداریم به نظر من. بسیار ممنون. یعنی در حقیقت شما راهکار رو در این می بینی که آدما به خودشون بپردازن و در حقیقت این اندیشه رو باور کنن و باور داشته باشن که چه هستند و که هستند. مشکل در اونجاست که باور نداره، یه چیزی میگه یه چیز دیگه عمل میکنه، این باید برسه به باور. چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ ببینید مثلا این هسته که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که اندیشه ای که ما داریم چه چیزی رو میخواد. مثلا ما میگیم که ما دموکراسی میخواییم، بسیار خوب، ما هر عملی که غیر دموکراتیک باشه رو محکوم میکنیم. ما میگیم که آقا ما حقوق بشر میخواییم، ما هر عملی که خلاف حقوق بشر باشه رو محکوم میکنیم. ما میگیم که سکولار هستیم، ما هر کسی بخواد دینش رو در امور سیاسی دخالت بده رو محکوم میکنیم و برخلاف اون هر کسی که سکولار باشه، هر کسی که دموکرات باشه، هر کسی که حقوق بشر رو قبول داشته باشه، خب میتوانیم در کنار هم دیگه قرار بگیریم.
معیار عمل سیاسی ما این هست. معیار عمل سیاسی ما این نیست که ما از سعید بهبهانی گوش بکنیم یا مجید شهباسانی گوش بکنیم یا نمیدونم حسن و حسین و تقی و نقی رو گوش بکنیم. اونها گوش میکنیم، به عملکردشون نگاه میکنیم، اما برپایی اون معیارها میسنجیم. مهم نیست که اسمش خاتمی هسته یا حسن خمینی هسته یا این هسته یا اون هسته. مهمتر این هست که شما کی هستی؟ شما چه میخوایی؟ ما فکر میکنیم که باری از مواقع که میتوانیم اصول خودمون رو زیر پا بگذاریم و به نتیجه برسیم. هرگز امکان نداره. شما هر موقعی که خواستی بر سر اصولتو تاکتیک بزنی، استراتژیک میخورید. همین چیزی که تا حالا اتفاق افتاده. شما نگاه بکنید ببینید اصلاح طلبها مثلا حرفتون چیه. با اینا صحبت که میکنید، با این جوانهایی که در ایران هستن، متأسفانه این فرهنگ سیاسی رو باید تغییرش بده. ازش میپرسید که آقا جان شما حکومت دینی میخواهید؟ میگه نه. خودش روسری سرش نمیکنه. حقوق زنان میخواد. سکولار هست. آزادی میخواد. همه چیز میخواد. بعد موقع رفت پشت بوم داره میگه الله اکبر. آقا عزیز من با الله اکبر و یا حسین و میر حسین پشت بام که شما به حکومت دینی میرسید. بعد وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که حالا ما اینا رو تقویت میکنیم بعد کار خودمون رو میکنیم. بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم. این نادرست هست. شما بایستی بین درست و نادرست درست رو انتخاب بکنید. این بسیار ساده است. در نتیجه اگر که مجید شهبازخانی میگه که آقا جان پشت بوم رفتن الله اکبر گفتن یا حسین میر حسین گفتن شما رو به نتیجه نمیرسونه و میر حسین موسوی میگه آقا برید این کارو بکنید یا شیخ شجاع میگه برید اون کارو بکنید، خب شما نگاه بکنید ببینید که کدوم حرف درست است. اصلا لزومی نداره که من به شما بگم، شما خودتون فکر بکنید ببینید که این عمل درست است یا نادرست است. عمل درست رو باید انجام داد. وقتی که ما عمل درست رو انجام بدیم بسیاری از مسائل حل میشه. به عنوان آخرین پرسش میپرسم که اگر مجید شهبازخانی رئیس جمهور ایران شد فردا، اولین کاری که انجام میده چیست؟ من اگر رئیس جمهور ایران بشم، اولین کاری که انجام میدم دستور میدم که تمامی رسانه‌های گروهی آزاد باشن، تمامی احزاب آزاد بشن، هیچ چیزی رو مقدس نخواهم دونست و به حقوق فردی افراد بیش از حقوق جمع اهمیت خواهم داد. این تضمین کننده یک نظام سیاسی است که در اون ما می توانیم از منافع ملی ایران حمایت بکنیم. وقتی که شما میگویید که کسی رئیس جمهور ایران بشه، مفهومش این هست که اون فرد بایستی از منافع ملی اون کشور حمایت بکنه و هیچ چیزی به اندازه دموکراسی، به اندازه آزادی، به اندازه رعایت حقوق بشر در جهت حفظ منافع ملی ما اهمیت نخواهد داشت. یعنی هر کسی که رئیس جمهور بشه وقتی میتواند اعتبار سیاسی داشته باشه که همه احزاب سیاسی آزاد باشه، که همه روزنامه آزاد باشه، همه رسانه آزاد بشن، همگان بتوانند در انتخابات شرکت بکنند و در اون فضا هست که ریاست جمهوری ارزش داره. در اون فضا هست که شما میتوانید به پشتوانه مردم از منافع ملی خودتون در برابر سایر کشورها وارد تعاملات سیاسی بشوید و از منافع ملیتون حمایت بکنید. متشکرم آقای شهبازخانی، تا فرصت دیگر که دوباره در خدمت شما باشیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. پیروز باشین. مرحمتتون. گفتگویی بود با آقای مجید شهبازخانی. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم دوباره در خدمت همه شما خوبان و نازنینان خواهیم بود. متشکرم.